امروز میخوام بهتون یه فرمول باحالی رو یاد بدم که بدون اینکه زبان بلد باشی قشنگ اون محصول مراقبت پوستی تو پیدا کنی. سلام به پیج من، خیلی خوش اومدید. امروز میخوام بهتون یه فرمول خیلی باحال یاد بدم که خیلی به درد کسایی میخوره که همیشه توی سفرن یا زبان زیاد بلد نیستن یا حتی کسایی که حوصله گردش ندارن موقع خرید و دوست دارن سریع اون چیزی رو که میخوان بردارن و برن. ممکنه براتون پیش اومده باشه که خب اومدید یه محصول یا یه کرمی رو بگیرید و روش یه زبانی رو نوشته باشه که شما بلد نباشید، یا اصلا توی سفر باشید و زبان اون کشور رو بلد نباشید. حالا چیکار کنیم که اون کرمی رو که می‌خوایم برداریم با توجه به نوع پوستمون باشه و انتخابمون درست باشه؟ این فرمولیه که میخوام یاد بدم تا حدی کمکت میکنه انتخاب دقیق‌تر و درست‌تر باشه. این فرمول ارتباط رنگ با نوع پوست و مواد سازنده داخل اون محصوله که خیلی از برندها از این فرمول استفاده میکنن تا مشتریاشون راحت‌تر اون لاین مراقبت پوستیشون رو پیدا کنن، ولی خب در کنارش خیلی از برندها هم هستن که از این فرمول استفاده نمیکنن. واسه همین گفتم تا حدی میتونه کمکت کنه انتخاب درست‌تر باشه. این فرمول اینجوریه که خیلی از برندها اومدن یه نوع رنگ خاصی رو به یه نوع پوست خاص اختصاص دادن و از این رنگ خاص توی اون لاین محصولاتی که مربوط به اون نوع پوسته استفاده کردن. حالا یا روی قطیش یا روی بسته‌بندیش یا نوشته روی اون قطی یا سر اون محصول اون رنگی، و اینجوری اشاره میکنه که این محصول مربوط به این نوع پوسته. حالا اون رنگا چه رنگی هن؟ اولین رنگ، رنگ سبز هست که مربوط میشه به پوستای چرب و مستعد جوش که خیلی از برندها ازش استفاده میکنن، مثل کادلی، اولاهنریکسن، ویشی، سینره، بایودرما، دیگه کلینیک و خیلی برندهای دیگه. دومین رنگ، رنگ صورتیه که مخصوص پوستای حساس و گاهن خشکه و برای مثال میتونم برندهایی مثل کادلی، اوریجین، سینره و بایودرما رو بگم. سومین رنگ، رنگ آبیه که همونجور حدس میزنید مخصوص پوستای دیهایدریته و گاهن مستعد جوشه و به وجود یه آبرسان قوی مثل هایلورونیک اسید هم توش اشاره میکنه. و اگر بخوام براتون مثال بزنم، برندهای مثل نتروجینا، ایزدین و بایودرما رنگ آبیشون برای پوستای دیهایدریته هست. بعدی رنگ خاکستریه که معمولا واسه محصولات ضد پیری و ضد چروک ازش استفاده میشه. رنگ بعدی رنگ قرمزه که هم میتونه مربوط به محصولات ضد پیری باشه و هم مربوط به درمان مثل درمان جوش، جای جوش، سوختگی و هر نوع درمان دیگه. بعدی رنگ زرده که مخصوص محصولات روشن کننده و یک دست کننده پوسته. و آخرین رنگ، رنگ نارنجیه که مربوط میشه به محصولاتی که توش از پرتقال، مرکبات یا ویتامین سی این مرکبات استفاده شده و محصولات روشن کننده و کلاژن ساز هستن. حالا که رنگا رو با هم شناختیم، خواستم یه سری محصولایی که خودم دارم و اینجا بهتون نشون بدم که این رنگا و معنیاشون راحت تر توی ذهنمون بمونن. مثلا این برند یوسرین تونرش مخصوص پوستای چرب هست و همونجور که میبینید کاملا بسته‌بندیش سبز یا قوطیش سبزه. این یکی قطره تیتری اویل هست و خب مخصوص کساییه که مستعد جوشن و خب جوش دارن و همونجور که میبینید کاملا شیشه‌اش سبز رنگ هست. میسل آرواتر برند بایودرما رو دیگه هممون میشناسیم. این سر صورتیش و همین خط و دایره صورتی نشون میده که مخصوص پوستای حساس هست و حتی یه رنگ سرسبز و سرآبی هم داره که به ترتیب واسه پوستای چرب و پوستای دیهایدریت هست. دوتا مثال آخرم، یکیش مرتوب کننده برند اوریجینز هست که این لاین جینزینگش از روغنای مرکباتی مثل لیمو و گریپ فروت توش استفاده شده و کاملا بوی پرتقال و لیمو اینجور چیزا میده و خب معلومه دیگه روشن کننده و انرژی دهنده است. و یکی دیگهش ماسک برند سفورا که زرد رنگه و همونجور که گفتم روشن کننده پوسته. حالا شما بیاین توی کامنت به من بگین پوستتون چه رنگیه. من فقط دو تا گروه مشخص نکردم، کسایی که پوستشون نرماله بگن سفید و کسایی هم که پوستشون مختلطه بگن سبز. مرسی از وقتی که گذاشتین و این ویدیو رو دیدین. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و واسه دوستاتون هم بفرستید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.